صلح پایدار و مبارزه با تولید و قاچاق کوکائین در دستور کار ملاقات و گفتگوهای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در کلمبیا بود اما وضعیت ونزوئلا در سفر او به چند کشورهای آمریکای لاتین محوریت داشت در کلمبیا نیز او با رئیس جمهوری آن کشور در مورد چگونگی کمک به مردم ونزوئلا تبادل نظر کرد گیتاریان در این ارتباط گزارش میدهد کلمبیا آخرین توقف سفر وزیر خارجه آمریکا به کشورهای لاتین بود. طی سالهای 2000 تا 2005 کلمبیا حدود 10 میلیارد دلار از آمریکا برای طرحهای نظامی و اجتماعی خود دریافت کرده بود. محور عمده گفتگوهای رکس تیلرسن در مکزیک، آرژانتین، پرو و کلمبیا ونزوئلا بود. پس از دیدار با رئیس جمهوری کلمبیا هدف نهایی برای ونزوئلا را برقراری مجدد دموکراسی ذکر کرد این تنها هدف ماست که ببینیم ونزوئلا مجددا به قانون اساسی خود بازگردد نمایندگان منتخب مجلس آن کشور دوباره ابقا شوند انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود و این فرصت به مردم داده شود تا نظراتشان در انتخابات منعکس شود مشکلات اقتصادی از جمله کاهش ارزش پول ونزوئلا و کمبود مواد غذایی که از تبعات سیاست جدید نکولاس مادورو رئیس جمهوری آن کشور بوده مردم را ناچار کرده برای تهیه مواد غذایی و یا فرار از وضعیت نابسامان و دشوار کشور به کلمبیا بروند. نیغار... علاوه بر بحران انسانی وخیم که رژیم دیکتاتوری آن کشور حاضر به پذیرش آن نیست، حال میخواهند انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنند. انتخاباتی که از نظر ما مشروعیت ندارد زیرا آنها هیچ تضمینی نمیدهند. مادورو هیچگاه انتخاباتی آزاد و شفاف را نخواهد پذیرفت زیرا میداند که خواهد باخت قاچاق مواد مخدر از کلمبیا به آمریکا به خصوص کوکائین یکی دیگر از موارد نگرانی رئیس جمهوری آمریکا است جمعه گذشته پرزیدنت ترامپ هشدار داد که یا ورود سیل این مواد متوقف می شود یا آمریکا کمک های مالی به کلمبیا را متوقف خواهد کرد وزیر خارجه آمریکا گزارشی از مبارزه کلمبیا با قاچاقچیان از رئیس جمهوری آن کشور شنید و قول همکاری داد این موضوع یک چالش مشترک است برای مبارزه با سازمان های فراملیتی جنایی همکاری خواهیم کرد این سازمان ها هستند که شبکه های توضیح ایجاد می کنند و مردم کلمبیا و آمریکا را گرفتار پیمان صلح کلمبیا با شورشیان فارک که یک راه درآمد آنها قاچاق همین مواد مخدر بوده نیز در دستور کار و گفتگوی وزیر خارجه آمریکا با مقامات کلمبیا بود گیتا آریان صدای آمریکا